سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه. من پوریا آذربایجانی هستم، مشاور تحصیلی و روانشناسی در حوزه کنکور. بچه های عزیز، امروز یک موضوع بسیار بسیار مهم رو میخوایم با همدیگه بررسی بکنیم و اون چیزی نیست جز خواب و استراحت. خواب و استراحت یکی از دغدغه های مهم بچه هاست و متاسفانه خیلی از بچه ها چون بلد نیستن که چجوری استراحت کنن و چجوری بخوابن، چه ساعتهایی و چه بازه‌هایی رو برای این کار قرار بدن، همیشه ضربه بزرگی رو در کنکور و در سالهای تحصیلیشون میخورن. همچنین بعدها بر اساس عادت جوانی و نوجوانی که داره، در سنهای بالا هم متاسفانه هیچ وقت نمیتونن که از خواب و استراحتشون به درستی استفاده بکنن. اما امروز ما در اینجا جمع شدیم که خواب و استراحت رو برای همیشه به شما آموزش بدیم تا شما بتونید به نحو احسن ازش استفاده بکنید. اما دوستان عزیز، خواب و استراحت تفاوت‌های خاص خودشون رو داره. اینکه ما صرفاً بخوابیم یعنی اینکه داریم استراحت می‌کنیم نیست، یا اینکه استراحت ما فقط خواب باشه، این هم نیست. این دوتا دو معقوله کاملا جدا هستن که در اسلایدهای بعدی حتما راجع به این دوتا موضوع صحبت میکنیم. بریم جلو ببینیم که چه چیزی رو برای شما امروز میخوایم توضیح بدیم. بچه ها، ما استراحت میکنیم برای چی؟ برای این که همه ما در هر زمانی همیشه خسته میشیم. یعنی ما انسانیم، جسم داریم، روح داریم، حق داریم که خسته بشیم، حق داریم که یک زمانهایی رو برای خودمون در طی روز به استراحت بپردازیم. برای خودمون باید این حق رو قائل بشیم که ما هم نیاز داریم. پس اولین دلیلی که ما استراحت رو نیاز داریم این استش که همه آدم‌ها در کره زمین، در همه کشورها، در همه سنها خسته میشن و وقتی که خسته میشن از یک کاری نیاز دارن که استراحت بکنن. پس اولین دلیل برای استراحت کردن اینه که ما بدنمون، جسممون، روحمون نیاز داره به استراحت. دومین پارامتری که باید دقت بکنیم، در استراحت ذهن ما رها میشه، رهایی پیدا میکنه. وقتی که شما دارید درس میخونید یا به هر موضوع دیگه‌ای که دارید فکر میکنید و تمرکزتون روی اون موضوع هست، ذهن شما درگیر میشه، ذهن شما فقط قفل رو اون موضوع. و وقتی که بعد از گذشت چند ساعت، چند روز، چند دقیقه، این بنابه هر فرد کاملا متفاوته، وقتی که این رهایی اتفاق نمیفته و این درگیری کامل و بیشتر میشه، بدن شما و ذهن شما یه جاهای دیگه توقف میکنه، استوب میکنه و شما باید شروع کنید که رهایی ذهنتون رو آغاز بکنید و برید به سمت اینکه ذهنتون و مغزتون رو از اون حالت و از اون فکر کامل در بیارید تا یک رهایی خاصی بگیره. چرا؟ چون اگر از نظر علمی شما بیش از حد به ذهن و مغزتون فشار بیارید و بیش از حد درگیر یک موضوعی بشید، متاسفانه به سکته و یا مریضی‌های خیلی خاصی مبتلا میشید که خدای نکرده ممکن که آسیب‌های خیلی بزرگی رو به جسم و روح شما بزنه. پس باید حواستون باشه ما استراحت می‌کنیم که ذهنمون رهایی پیدا کنه. اما سومین قسمتی که در استراحت شما باید رعایت بکنید اینه که استراحت‌های ادامه دار ممنوع. یکی از اتفاقهایی که در استراحت همیشه میفته، شما میرید 10 دقیقه استراحت بکنید تا بازه بعدی درسیتون رو شروع بکنید. متاسفانه 10 دقیقه میشه 1 ربع، 1 ربع میشه 20 دقیقه، 20 دقیقه میشه نیم ساعت. بعد یه ساعت رو نگاه میکنی، اوه الان 5 دقیقه به 2، بذار من 2 شروع میکنم، ساعت رونچه، هی ادامه دار میشه، نه الان 2 شد، 2 دقیقه شد، پس بریم رو 2 ربع. هی این ادامه پیدا میکنه و استراحت شما متاسفانه ادامه دار میشه. یکی از تفاوت‌هایی که استراحت با خواب شب داره اینه که استراحت در یک مقطعی در یک زمان و بازه خیلی کوتاهی هست، اما خواب شب شما باید